مخاطب از رسانه پشت ما جرای فیلم <بس> درود داشو من... به, به مخاطبین عزیز اینجا رسانه پشت پرده است و بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم امیدوارم که هر این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه سالم و سرحال باشید ویدیو رو اگر دوست داشتید یه لایک بزنید که بره توی اکسپلور رو بقیه دوستان هم ببینن ماجرای قتل و کشتن داریوش مرجوی و همسر ایشون خانم وحیده محمدی فر حسابی جنجالی شده و رئیس پلیس و یه سری از مقام های امنیتی در طول چند روز گذشته اصحار نظرهای های خنددار و عجیب و غریب انجام دادن و در آخرین شو تنز خودشون یا بهتر بگم شو رو به شرط خودشون اومده یه عکس هم منتشر کردن در خصوص این قتل و گفتن که ایشون قاتله حالا بهتون توضیح میدم که ماجرا از چه قرار هستش صبح امروز اعلام کردن که یهو اون که گرفته بودن اعتراف کردن و گفتن که ما این قتل رو انجام دادیم دو تا باجناق گفتن بودن که اختلافات شخصی داشتن و این باجن آقا یه چهار نفر رو حالا به قول خوش دو نفر گویا دو نفر اجیر کردن که برن اونجا و این قتل رو انجام بدن اولش گفتن که بازداشتی ها از طبع بیگانه نبودن گمان زنی بود که از طبع بیگانه و بعدش کنن نه اینا افغان نیستن بعدش ساعت پیش مدن گفتن که نه چهار تا از اونها مال افغانستان بودن و استلاحاً این قصد رو هم اونجا انجام دادن و آخر ما نفهمیدیم که اون حرف اولشون رو باور کنیم یا حرف بعدش و این عکسی که منتشر کردن و گفتن که ایشون قاتل بوده و اصطلاحا چند تا شریک جرم داشت و اینا و بردنش این سر صحنه قتل ماجرا رو خیلی خنده دار میکنه چرا خنده دار؟ با چند تا فکت و دلیل و اسناد مدارک و چیزهایی که تا الان رو شده برای شما این قضیه رو باز میکنه وقتی که شما به تصاویر داریش مهجی و همسرش نگاه میکنید که به خبرنگاه رفته اونجا و اکثاری گرفته بعد از این قتل متوجه میشید که قاتل یه شخص هرفهی بوده حالا این قاتلی که گفتم داریش مهجی بزنید گوشه بده قاتل شخص هرفهی بوده چرا شخص حرفه ای بوده یا به قاتلان اشخاص حرفه ای بودن به خاطر اینکه دقیقا ضربات چاقو رو به شریانهای اصلی و به قصد کشتن زده یه قاتل ناشی که نمیتونه درجا شارگ رو بزنه یا به جای مختلف ضرباتی رو وارد بکنه که درجا طرف جان خودش رو از دست بده پس قطعا کسانی این قتل رو انجام دادن که دوره دیده بودن یا آدم های حرفه‌ای بودن تو ایران ما قاتلای سریالی هم نداشتیم که در طول چند سال گذشته همه رو به یه روش و تکنیک بکشن بعد بگیم خب اینها تجربه دارن از تجربهشون استفاده کردن داروش مرجوی همسرشون رو هم به همون روش کشتن نگاه بکنید به تصاویر تصاویر بسیار تلخه و هم نکته داره مشخصی که با ضربات خیلی حرفه‌ای کشتنشون و این اتفاق توسط یک نفر که نمیتونست اتفاق بیفته کم کم یه همچین قتلی حداقل چهار نفر آدم میخواسته به خاطر اینکه هیچ سر و صدایی نشده خانمشون هم جوون بوده دیگه با داد و سر و صدا و جیغ و هوار میتونسته همسایه ها رو هم خبر بکنه پس طبیعتا این افراد توی اون خونه به صورت ناگهانی ورود که کاملا مشخص آشنا آمده و این افراد خفت شدن توی خونه و یک نفر که این تصویر رو برداشتن گفتن که ایشون اومده این قتل رو انجام داده به سیسش هم نمیخوره قاتل حرفه ای باشه اما نکته جنجالی دیگه‌ای که وجود داره این هستش که در طول 48 ساعت گذشته تصاویر قتل داریوش مرجویی و همسرشون فقط دو تاش در رسانه ها منتشر شده اما از این اتفاق تصاویر بیشتری هم موجوده که اومدن به صورت یک هویت ناشناس برای یک سری از سلبریتی های معروف و مشهور این تصاویر تلخ رو فرستادن یعنی تصاویری که شما ببینید کورکوپرتون میریزه منم دیدم این تصاویر رو یعنی دارش مشروع یه تصویر دیگه دارن که برگشته و اصلا صحنه فاجعه بار و عجیب و غریبیه همسر ایشون خدا بیامرزتشون لباس تنش نیست و اصلا یه وضعیت عجیب و غریب و فاجعه باری داره که این تصاویر دادن به سلبریتی های خاص تو اون مملکت اسم سلبریتی ها رو نمیخوام بیارم فقط میخوام بدونید که این قتل فقط جز ایجاد روب و وحشت و ترس بین سلبریتی ها چون قبلا خیلی ریز ریز داشتن انتقاد میکردن و یکی دوتا هم نبودن که خیلی ها بودن و اون سیستم نمیتونه که جلوشونو بگیره اومده گفته یه حرکت میزنم یه دونه رو وحشت گروهی بیفته بینشون و بهشون این پیام میرسونم که شما اگه دست از پا دراز سر بکنید شاید همین عاقبت سر شما به کنتور هم نمیندازه دیگه الان انداختن گردن یه بنده خداشو قیافه این طرف رو ببینید به ماست فروش میخوره تا به قاتل یکی هم ورداشتن بودن خدا میدونین قاچاقچی مواد بوده چی بوده ورداشتن بودن گفتم بیا اینو گردن بگیر حالا شاید یه پولی بدیم به خانوادت خانوادت اصطلاحا به یه نون نوایی برسن تو هم بیا حالا بگو که من اینجوری کردم اینجوری زدم و این صحبت ها باستازی سحنه قتلم که لایو نمیم پخشش بکنم برای مردم که تصاویر رو میگیرم میبرن ادیت میکنم این ورش باگ داره اون ورش باگ داره نداره فلان و اینا دیگه خودشون بلدن دیگه میان به خورد مردم میدن میگن که این قضایا بوده بعد اومدن گفتن که اولش گفتن که آره این اتفاقات بر اساس اختلافات شخصی و مالی بوده اولش اینو گفته بودن بعد که حالا ما تو رسانه اومدیم اینو گفتیم بقیه اومدن گفتن که اختلافات شخصی چیه اومدن گفتن که نه نه اختلافات شخصی و اینا حالا نبوده یه ریزه اختلافات مالی بوده و گفتن که اختلافات خانوادگی رد شده این وسط که نمیدونم یه سری اختلافات خانوادگی بین این دو نفر بوده دعوا بوده من این نمیدونم این دارشون مرجوری نمیدونم مشکل داشته با زن اولشون به حال موضوعات خنده‌داریه ولی نکته که وجود داره اینه که این قتل توسط یک گروه و توسط اشخاصی که حرفه ای بودن و دوره دیدن و بلد بودن ضربات شاقی رو به کجا بزنن به کدوم شریان بزنن اتفاق افتاده و الان که حالا دارن میگن که یه شخص ناش آدم ناشی نمیتونه اینجوری بکشه بعد شما با داریوش و مرجوی مشکل داشتی چرا باید خانومش رو زدی کشتی اینا همه سوالاتیه که در رسانه ها مطرح میشه مردم کامنت میذارن من توی ویدیو هم دیدم دیگه دارن کامنت میذارن راجبه این قضیه صحبت میکنن حتما شما کامنت بذارید نظرتون رو بگید و تحلیلتون رو بگید چون مردم به نظر من بهترین تحلیلگرها و آنالیزورها هستن تا آنالیز بکنن این اتفاق رو شما تحلیلتون رو بگید و برای من کامنت بذارید اگر دوست داشتید ویدیو بر دوستان خودتون به اشتراک بذارید و کانال پشت پرده رو حال کردید سابسکرایب کنید زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای جدید براتون نوتیفیکیشن بشه خیلی مخلص